سلام و درود به همه شما ورزش تیوبی های عزیز و دوست داشتنی. دیشب تو بازی پاریس سن ژرمن و تروبا دقیقه 24 تیم پاریسی صاحب ضربه پنالتی شد. نیمار رفت پشت توپ و تو همین زمان جسی مولین گلر تروبا اومد به نیمار گفت جون خواهرت بگو کدوم طرف میزنی، میخوام سیوش کنم و بعدش معروف بشم و همه منو بشناسن. نیمارم بهش گفت میزنم سمت چپ. جالب اینجاست که نیمار به قولش عمل کرد و زد سمت چپ، ولی بازم دروازه‌بان نتونست توپ رو بگیره. با این حال عکس صحبت‌هاشون کلی رسانه‌ای شد و دروازه‌بان تروبا به آرزوش که معروف شدن بود رسید. علیرضا یوسفی پدیده سنگین وزن وزنه‌برداری ایران و جهان به مقام قهرمانی رقابت‌های جهانی رسید. یوسفی نماینده دسته مثبت 109 کیلوگرم ایران در مسابقات جهانی در حرکت یک ضرب وزنه 177 کیلوگرم و در دو ضربم وزنه 239 کیلوگرمی رو مهار کرد تا قهرمان جهان بشه و هم رکورد جوانان جهان رو که در اختیار خودش بود جابجا کنه. علیرضا یوسفی وزنه بردار قدرتمند ایرانی میتونه آینده وزنه برداری ایران در دسته سنگین وزن باشه و امید زیادی وجود داره که یه روزی بتونه رکورد جهانی وزنه برداری در رده بزرگسالان رو هم بشکنه و خودش رو به عنوان قوی ترین مرد جهان به دنیا معرفی کنه. علی کریمی هم به ماجرای گرون شدن نون واکنش نشون داد و گفت تا هممون نمردیم خیالشون راحت نمیشه. علی کریمی با انتشار این استوری گفت حالا باید برای یه تیکه نون جون بکنیم. عدالت زمانی برقرار میشه که همه مرده باشیم. آخر استوریش هم این شعر رو نوشت: امان از روز بیروزن، امان از این همه رهزن. بعد گزارشی که 23 به خاطر ماجرای قبض برق کریمی منتشر کرد و جادوگر فوتبال ایران سکوت کرد، یه مدتی میشه که کریمی از جمهوری اسلامی انتقاد میکنه و اونا هستن که در مقابلش سکوت کردن. باید ببینیم این بارم 23 برای تخریب کریمی وارد عمل میشه یا این وظیفه رو به کیهان واگذار میکنه. چند وقت قبل داریوش ارجمند بدون اینکه هیچ اطلاعی از رشته وزنه برداری داشته باشه در یکی از برنامه‌های صدا و سیما گفت وزنه زدن زنان باعث افتادگی رحم و از دست دادن قدرت باروری اونها میشه. بعدم گفت زنها به جای اینکه وزنه بزنن باید سعی کنن مادر خوبی باشن. ارجمند دقیقاً زمان این حرفا رو زد که موضوع حذف یکتا جمالی دختر وزنه‌بردار ایرانی مطرح بود و کاملاً واضح بود که منظورش از این حرفا این دختر وزنه‌بردار ایرانیه. یکتا جمالی اما امروز موفق شد به مدال نقره حرکت یک ضرب مسابقات قهرمانی جوانان جهان دست پیدا کنه تا جواب دندون شکنی به امثال داریوش ارجمند داده باشه. امروز قرار بود مدیرای شبکه‌های صدا و سیما تغییر کنند تا شاید راه برای بازگشت عادل فردوسی پور به شبکه 3 باز بشه، اما در کمال تعجب مدیر همه شبکه‌ها عوض شد به جز شبکه 3. به این ترتیب میثم مرادی مدیر شبکه 1، حامد با مروت نژاد مدیر شبکه 2، حسین شاه مرادی مدیر شبکه 4 و همینطور مدیرای همه شبکه‌ها تغییر کرد، ولی فروغی همچنان به عنوان مدیر شبکه 3 باقی بود تا غیبت عادل از این شبکه هم تمدید شده باشه. به همین مناسبت مصاحبه جالب امروز فردوسی پور و واکنش این مجری محبوب به شایعه گزارش بازی‌های جام جهانی و البته پیشبینیش از قهرمان لیگ برتر امسال رو تماشا کنید. بازی دوستانه بود که به احترام جناب آب‌پرور از پیش کسفتان عرصه رسانه برگزار شد که تیم رسانه ورزش اومد و با منتخب پیش کسفتان تیم ملی و باشگاه پاس و استقلال اینا بودن. بازی خوبی بود، فکر میکنم بازی جالب بود که یاد خاطره آقای آب‌پرور عزیز زنده نگه داشتیم، میشد روشون در آرامش باشیم. جام جهانی میبینیم شهار برای گزارش. چه خبریه؟ استاد بازی های لیگو دیدی؟ چه حساس شده بازی ها. استقلال ثانیه های آخر گل زد دیگه، دقایق آخر. آره دیدم الان گل دیگه اختلاف شد 6 امتیاز و رو کاغذ که تمام نشده ولی تقریبا دیگه شانس خیلی زیادی داره و پرسپولیس دو امتیاز اساس امروز از دست داد دیگه. حدستون برای پایان فصل و قهرمان؟ والا به فوتبال که دیگه همه گفتن دیگه جمله کلیشه ای فوتبال غیر قابل پیش بینه، ولی آره ان شاء الله لیورپول ببره. اون باشه حساس شده رقابت من سیتی و لیورپول تو امتیاز حساس شده. تاتنهام از دست داد متاسفانه، سیتی هم که لامصب همه رو داره میبره. خیلی سخت شده و
یه معجزه میتونه لیورپول به قهرمانی برسونه. وولفز و وست هم و استون ویلا ببینیم چیکار میکنه. سوال پایانی، داستان رئال مادرید چیه؟ چیزی همچین چیزی تا حالا دیدید توی حالا تو زمانی که دارید فوتبال دنبال میکنید؟ والا این تیم اصلا دی ان ایش با قهرمانی و موفقیت در رقابت لیگ قهرمانان انگار نوشته شده و عجیب غریب بود. سه تا بازی و برگردون، سه تا بازی که شاید همه فکر میکنن چلسی بیاد بالا نیومد، بعد همه پاریس سن ژرمن، بعد چلسی و بعدش هم که این بازی آخر اومدن فینال دیگه. ولی میبریمشون. مرسی مرسی. ماجرای دزدیده شدن گوشی وزیر ورزش مقابل مسجد بلال صدا و سیما باعث شد تا حمید سجادی سوژه اول امروز فضای مجازی بشه. خیلیا با دزدیده شدن گوشی وزیر ورزش شوخی کردن و گفتن حالا کسی که گوشی رو دزدیده کاملا میدونه که سجادی استقلالیه یا پرسپولیسی. همیشه هوادارای پرسپولیس مدعی بودن وزیر ورزش استقلالیه و هوادارای استقلال مدعی بودن پرسپولیسیه. باید ببینیم آقای دزد این زحمت رو به خودش میده که گرایش رنگی وزیر ورزش رو برای همه برملا کنه یا خیر. اما از این شوخی ها گذشته، بعضی ها توی فضای مجازی نوشتن که شاید با سرقت گوشی وزیر ورزش مسئولان فهمیده باشن که ناامنی که به خاطر فقر به وجود اومده بالاخره گریبان خودشون هم خواهد گرفت. هالند هم بالاخره با دستمزد سالانه 40 میلیون یورو به منچستر سیتی پیوست تا جانشین گابریل جسوس بشه. ظاهرا گواردیولا امسال هم قراره کلی ریخت و پاش کنه و آخرش یه تیم با اصالت بیاد و از اروپا حذفشون کنه. دورتموند هم بلافاصله بعد از رسمی شدن قرارداد هالند با سیتی، کریم ادیمی ستاره جوان اتریشی سالزبورگ رو جذب کرد. ادیمی یکی از استعدادهای جوان و ناب فوتبال اروپاست که امسال همه دیدیم مقابل بایرن مونیخ در لیگ قهرمانان اروپا چه استعدادی داره. وحید امیری ستاره باشگاه پرسپولیس و بازیکن محبوب دراگان اسکوچیچ با مصونیتی که توی بازی دیشب براش به وجود اومد این فصل رو از دست داد. امیری که توی بازی شب گذشته به دلیل مصونیت از ناحیه کمر نتونست بازی رو به پایان برسونه، امروز عمل جراحی میکنه. امیری به طور قطعی باقی مونده مسابقات فصل رو از دست میده و ریکاوریش و بازگشت به تمرینات برای شروع فصل جدیدم در حاله ای از ابهام قرار میگیره. نکته مهم اینجاست که اگه وضعیت بهبودی امیری بعد از عمل جراحی زیاد طول بکشه، امیری مسابقات جام جهانی قطر 2022 رو هم از دست خواهد داد. به این ترتیب باشگاه پرسپولیس از پاداش 6 میلیاردی که میتونه از بازی کردن امیری توی جام جهانی از فیفا بگیره هم محروم میشه. آقایی هم توی این بازی پرسپولیس مصدوم شده و حالا اصلا معلوم نیست که گل محمدی برای بازی بعدی پرسپولیس میخواد کیو بذاره دفاع چپ. از اینکه توی این ویدیو هم همراه من بودید سپاسگزارم. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم فشار بدید تا بتونم خیلی سریع شما عزیزان رو در جریان اتفاقات و حواشی ورزش ایران جهان قرار بدم.